بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور عزیزان و سروران گرامی هستیم در ادامه مجلس پنجم از مجالس سبعه مولانا جلال الدین. بدون اینکه موارد قبل رو توضیح از بکنیم، من شروع می‌کنم به قسمتی که از جلسه قبل مانده بود. می‌فرماید دیگر چه می‌فرماید؟ راجع به روایتی از حضرت رسول سخن می‌گوید، کلمه به کلمه رو بررسی می‌کند. دیگر چه می‌فرماید؟ حضرت رسول دیگر چه گفت؟ الناس و رجلان، مردم دو گونه هم. عالمون و متعلمون علی سبیل المثال. مردم دو گونه هم. یا عالمند و یا متعلمند بر سبیل نجات. یا عالمان خودشان علم دارن یا متعلم هستن، یعنی علم آموز هستن، علم را می آموزن. اما عالم که حتما در سبیل نجات هست انشاءالله، عالم علی سبیل نجات و متعلم علی سبیل نجات. یک نکته خاص رو اینجا عرض کردم. شما در این روایت می‌بینید که حضرت رسول می‌گوید الناس و رجلان. الناس یعنی مردم، عموم مردم رو شامل می‌شود. رجلان، رجل یعنی مرد، رجلان یعنی دو مرد. مفهومش این می‌شود که مردم دو مرد هستند. خب این چه معنی می‌دهد؟ معنی می‌دهد که رجل در کلام عرب به مفهوم شخص است، نه رجولیت، ذکوریت اینجا مد نظر نیست، بلکه رجولیت و ذکوریت فرع بر آن است. یعنی مثل که تمایید انماس و سنفان، مردم دو گونه هم. اینجا میفرد انماس و رجلان، مردم دو نوع مرد هستند. در حقیقت زنان هم اینجا مشارکت دارند، اما رجل نام عمومی برای همه هست. این رو در خاطرتان داشته باشید که رجل به معنای مردی و رجولیت و ذکوریت و مذکر بودن نیست رجل، بلکه رجل هر شخص رو میگن. ولی معمولا وقتی که در زبان انگلیسی هم همینطور هست دیگه، دوستان اطلاع دارم، اگر مثلا سه نفر آقا باشن، پنج نفر خانم باشن، یک انگلیسی زبان میخواهد به اینها اشاره بکنن. چه اشاره این میکنن؟ اشاره مجبور است یا مذکر باشد یا مؤنث باشد. اشاره مذکر میکنن یا اشاره مؤنث میکنن؟ اشاره مذکر میکنن. روال تمامی زبان ها بوده است. از این جهت که حتی اگر زن و مرد باشن، حتی تعداد زن بیشتر از مرد باشد، همه زبان ها یا فرانسه و آلمانی و اسپانیولی و بقیه هم همینطور هستن و همه وقتی که مجتمعاً با هم هستن، آنجا مرد رو میگن، ضمیر ذکوریت رو برمیگردن. روالیه و هیچ ربطی به زنی و مردی حقیقی نداره. حتی اگر ندانن، یعنی یک کسی مثلا خونسا باشد، معلوم نباشد که زن است یا مرد است، به او با ضمیر مذکر خطاب میکنه، دلیلش هم مشخصه. این یک بحثی بود که در آینده شاید در جاهایی به این توجه داشته باشه. الناس و رجلان، مردم دو گونه هن، دو صنف هن، دو نوع هن. الان
یکی عالم است، منتها عالم باید علا سبیل نجات باشه. علا سبیل نجات یعنی در راه نجات باشه. خیلی زیباست این کلمه، خیلی زیباست علا سبیل نجات، در راه نجات. نمی‌فرماید ناجی باشد نجات یافته باشد، انسان کافی است که در راه نجات باشد، چون هیچ کس به پایان راه نمی‌رسد. انسان مهم این است که در راه نجات باشد. انسان لازم نیست که حتما راه رو به آخر رسانده باشد، مهم این است که در راه باشد. در راه بودن، در طریق بودن اصل است. انسان در راه تعلیم علم باشد. ممکن است که چه کسی توانست به تمامی علم جهان رو در مثلا جمع کنند؟ هیچ کس نتوانست و هیچ کس هم نخواهد توانست. با این سرعت عظیم پیشرفت علمی هیچ کس نخواهد توانست که خیلی چیزها رو یاد بگیرد. دیگر ما علامه نخواهیم داشت بعد از 20-30 سال، دیگر علامه اینجور نخواهد داشت. هیچ کس دیگر علامه نخواهد بود که چند علم را مثلا هرچند خیلی باهوش باشد، خیلی هم قوی باشد، ولی نخواهد بود. اکنون دیگر همه میروند در مسائل تخصصی، تخصصی‌تر. آنقدر علم جهش عظیم پیشرفت فوق‌العاده دارد. خب یکی عالم است، سبب علا سبیل نجات، راه نجات باشد. یکی هم متعلم، متعلم یعنی کسی که می آموزد. یکی عالم است، یکی متعلم. متعلم از چه کسی می آموزد؟ از عالم می آموزد. این مهم. انسان باید یا عالم باشد یا متعلم باشد. انسان نباید بگذارد، رمز موفقیت هم همین، نباید بگذارد که یک زمانی از دانستن غفلت پیدا شود. یک زمان، یک لحظه هم. حتی دارید ناهار میل میفرمید، دارید مثلا شام میل میفرمید، آنجا هم از آموختن غفلت ندارید. همیشه در حال آموختن باشید. حتی وقتی در حال سخنرانی هستید، اونجا هم باید در حال آموختن. از چیز خیلی چیزها می شود آمود. حتی وقتی در حال تدریس در کلاس هستید، باز هم باید بیاموزم. فراوان بیاموزم، از دانشجویانم بیاموزم، از مطلبی که میگویم، مطلبی که بیان میکنم، خودم یک تلقی جدیدی پیدا میکنم، یک آیه رو یک بار دیگر میخوانم، یک افقی کشوده میشود، یک روایت رو یا هر چیز دیگر رو. انسان میبایست که حتی وقتی میخواهد اگر علمی دارد آن را اشاعه بدهد و نشان بدهد، آنجا هم باید یاد بگیرد، چه برسد به زمانی که در حالت عادی است. این تعلیم و تعلم، این عالم و متعلم بودن اساس قضیه است. در هر جایی که هستیم باید بیان. طبیعتاً اگر ما این آموختن رو در ذهنمان داشته باشیم، نکته بسیار مهمی است. اگر ما این آموختن رو در ذهنمان داشته باشیم، چه خواهیم کرد؟ با کسانی نشست و برخاست خواهیم کرد که اینا عالم باشند. روایت متعدد است که میگویم با عالم تر از خود نشست و برخاست. بدبخت شد کسی که جاهلان دورش شده. این بدبخت شد، این چاره شد. هستن. ما در همیشه هزاران جلسه داریم، جاهلان گرد یک عالم را گرفتن، عالم را هم مثل خودشان جاهل کردن. یعنی وقتی که انسان با همنشینان جاهل و نادان باشد، جهل اونها جهل سرایت میکنند. علم خیلی سرایت نمی کنن، اما جهل خیلی سریع سرایت می کنن. خیلی سریع. بایستی دقت کنیم، دوستانی که انتخاب کنیم، همنشینانی که داریم، مصاحبانی که داریم، کسانی که هم صحبتن، با بعضی هم دیگه ما نیستیم انتخاب کنیم. مثلا همکاری هست، مثلا در فلان جا دیگر ما نیستیم که انتخاب کنیم. خب آنجا اینو محدود کنیم.
آنجا دنبال کسی باشیم که از او چیزی بیاموزیم. و انسان میتواند از بالاتر از خودش چیزی بیاموزد. بنابراین انسان سعی کند با بالاتر از خودش، نه کسی که تاییدش کند. ما معمولا از آدمانشان دوست داریم که کسایی دور برمی باشن، ما حتی میگویم عجب عالمی، عجب دانشمندی. این افول شخص رو سبب خواهد بود. حتما افول خواهد، حتما بیچاره خواهد شد. یه چند نفر باشند دور برش، هرچی بگوید تایید کنند. با کسانی باش که وقتی میگویی شک بیاورند، شبهه ایجاد کنند. آن وقت دست که پیشتر خواهید کنند، آن وقت دست به جایی خواهید بسید. با عالم تر از خود در هر زمینه ای که هست با آنها نشست و برخواست کنید. یا عالم باشی، متعلم باش. عالم هستی، وظیفه ات زکات علم است. باید وظیفه دارید که بدون هیچ توقعی و بدون هیچ چشم داشتی آنچرا که میدانی ارائه کنی به دیگران، به کسانی که طالب آنم باید ارائه کنی. این تکلیف شرعی است، وظیفه انسانی است. و از کسانی که میتوانی یاد بگیری، سعی کنیم از هر کسی که هست یاد بگیریم. از کودک هم میتوان یاد گرفت. چگونه میتوان یاد گرفت؟ صفا و صمیمیتی که دارد. میبینید به یک کودک چیزی را میگید، او خیلی سریع باور میکنند. چون دروغ کم شنیدند، باور میکنند. خب، این صداقت رو از او یاد بگیریم، چه اشکالی دارد؟ آن صفای باطن رو از او بگیم. فرمود الناس رجلان، عالمون و متعلمون علی سبیل نجات. در سبیل نجات بودن مهم است. عالم همچون قلاووز است، یعنی سرکرده کاروان است، بزرگی کاروانیان است. مر مسافران ره را، برای مسافران را قلاووز است. مر مسافران رهروان را به کار آید. کسی را که دل سفر آخرت ندارد، چه داند قدر قلاووز را؟ کسی که دل سفر آخرت ندارد، یعنی در دلش نیست که سفر آخرت بکنه، او قدر قلاووز را چه میداند؟ میگه من خودم از همه بهتر دارم. یکی از نشانه های جهل، یکی از نشانه های عمده جهل این است که آدم گمان برد که همه چیز را میداند و مشورت نکند با انسان های دیگر. هر کاری را خودش تصمیم بگیرد، بگوید خودم بلدم، خودم میتوانم. عالم طبیب است مر علت های صعب را، بیماری های سخت طبیب میخواهد. طبیبش عالم است. بیمار زار داند قدر طبیب را. بیماری که خیلی بیمارش پیشرفت کرده قدر پزشک را میداند، قدر طبیب را میداند، وگرنه که نخواهد. زر و مال فدا میکند و منت بر جان خود میکند. میرود پول به پزشک میدهد که مثلا جراحی کنند، مثلا دارویی بودید، تحت نظر او بود. آن که مریض است میفهمد قدر طبیب را و به خاطرش حاضر است که از همه چیزش بگذرد، از همه داراییش بگذرد. این معناست قدرش را میداند. خب این طبیبان الهی چه؟ قدر اینها را هم باید داند. مرده چه داند قدر طبیب را؟ کسی مرده است؟ میگه من مردم، من دیگه قدر طبیب را نمیدانم. مرده قدر طبیب را نمیداند. کسی که دلش مرده است قدر نبی را نمیداند. کسی که روحش مرده است قدر ولی را، قدر نبی را، قدر رسول را که نمیداند. دارو کسی را به کار آید که دردی دارد. معلوم آن که درد ندارد به گوش می شنود، او چه داند قدر دارو؟
کسی درد نداره ولی میشنود که فلانی میگه فلانی مثلا چشمم خیلی درد میکنه، سرم خیلی درد میکنه. اون که درد نداره فقط میشنود. او چه میفهمه؟ آن کسی که دردی دارد حاضر است هرچ از دستش بربیاید برای طبیب خرج کنند. کسی را که درد چشم نیست داروی چشم را چه کنند؟ آن را که درد چشم است نیم درم سنگ داروی چشم پیش او صد هزار درم می‌ارزد. صد هزار درم همان درهم هست، پول نقره رو میگم، در برابر آن پول طلا. میگه نیم درم سنگ. نیم درم سنگ یعنی درم یک وزن بوده است، اندکی یک وزنهایی بوده در قدیم که از آن استفاده میکردن. سنگ داروی چشم، معمولا سنگ سرمه رو میفروختن، نیم درمش میگه صد هزار درم میارزد. خیلی هم گرانبها بوده است در داروهای قدیمی. این سنگ ها رو می آوردن و اینا رو می کوبیدن و بر چشم می مالیدن و چشمشان مثلا تراکم یا چیزهای دیگر اگر داشت اونها رفت می شود. می گوید کسی که درد چشم ندارد می خواهد داروی چشم چه کنه؟ کسی که درد چشم دارد حاضر است به خاطر نیم درم صد هزار درم صد هزار سکه نقره بدهد، در برابر دینار که سکه طلا هست. آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی. گفت با دست از این نباش هزین. گفت آری ولی به نزد تو این بر من این دم چو کوه پولاد است چون تو زین فارغی تو را باد است. خب میگه قصه ای میگه، میگه یک نادان رفت به سراغ کسی، دید که دندانش خیلی درد میکنه. گفت باد است از این حد نباش از این. گفت ببین باد رفته، باد تو دندانش باد کرده بود به قول مثال. گفت این باده مهم است، باد میاد بیرون و خوب میشه. گفت باد است از این نباش از این. گفت آری ولی به نزد تو این در نزد تو باده. چرا؟ چون که درد نمی کشی. ولی در نزد من چند روز این آرام و قرار را این دندان درد از من گرفته است. بر من این دم چو کوه پولاد است. این دمی که دارم کوه پولاده. چون تو زین فارغی تو را باده است. من مثل کوه پولادم. این غم آمده بر سر من نشسته. اما چون تو این درد را نداری برای تو باده. برای تو باده. باد یعنی باد عوازی. هیچ فایده نداری. هیچ. ولی برای من مثل کوه فولادیست که دارم زرج میکشم. همینه. کسی که درد داره میداند درد چیست. وگرنه مولانا یک جایی میگوید که شما برید یک مسیحی، یک مثلا مجلسی بروید، همه دارن گریه میکنن. مثلا یک جوانی مرده است، همه دارن گریه میکنن، اما در میان آنها یکی هست که معلوم میشود گریهش متفاوت است. آن جوان مرده است اما او صاحب درد است. بقیه آمدن، بقیه شنیدن که پسر فلانی فوت کرد، پسر فلانی از دنیا رفت، اما آن مادر است که میفهمد آن درد. کسی که همسایه اوست، کسی که دوست اوست، او چه میفهمند؟ میبینید میشینند در مراسم تعلیم ترهیم میگن، میخندن، خوش میگذرونن. چرا؟ چون که اصلا برای اون مهم نیست. همه اینجوری هستن. اکنون دانش راه دین و دانش مکر نفس و دفع مکر او و دانش راه روشنای دل و دین
آن کس داند اکنون که روزی روشنایی دیده باشد و جال او روزی دولت چشیده باشد. خب دانش دین هست. مولانا میگه دانش علمی که گفتیم، عالمی که گفتیم، عالم دین است. عالم شناخت مکرهای نفسانی است. عالم دفع مکر است. عالم راه روشنایی. منظور از عالم و متعلم این است. کسی میتواند ببیند که جان او روزی دولت چشیده باشد و از آن دولت به روز مهنت افتاده باشد و از بیان گلستان و سیبستان و شکرستان بی نهایت در تاریکی خارستان گرفتار شده باشد. کسی از اول بدبخته. خب بدبختیش که مهم نیست. حتما دیده اید افرادی هستن در اقسامواد کشور ما هم زیادن، آدم های بدبختی هستن. بعضا این مستندهای ما نشان میدهن مثلا در سی سال وقتی هستن. واقعا هم میکنی اینا چجوری دارن زندگی میکنن؟ 60 کیلومتر آن طرفتر، 50 کیلومتر آن طرفتر آب میآورد روی سرش. نزدیکترین جا 20 کیلومتر. میگه الان بارش فراوان بوده 20 کیلومتر شده. بعد وقتا ممکنه 50 کیلومتر برویم آب بیاوریم. واقعا تصورش بسیار سخت برای ما، واقعا قابل تصور نیست. خب او چه میفهمد؟ ما اگر اینجا که هستیم دستمون رو باز میکنیم، شیر آب هست، به گفور هست، به فراوانی هست، اگر رفتیم اونجا ما متوجه میشویم که چه بدبختی عظیمی است، چه امر عظیمی است. کسی که در ناز و نعمت باشد، اون برایش که اگر به بدی برسد، آن وقت است که اونجا به سؤال او میشود. میفرماید کسی درد هجران الهی را میفهمد که روزی آن دولت را دیده باشد. کسی خارستان برایش غم است که سیبستان و گلستان و بوستان رو دیده باشد. همچه آدم به هوا بهشت دیده و نعمت بهشت چشیده، به شوبی نفس و مکر شیطان گندم معصیت ما را خورده و از چنان بهشت و بوستانی به چنین زندانی و خاکدانی افتاده که اهبطوا منها جمیعا. خب خوشبختانه راجع به اینها در جلسات قرآن من به حد کافی توضیح دادیم. لا جرم چندین سال گریان باشد و دست بر سر میزند و در آفتاب میگردد و میگرید تا از آب دیده او زمین این دوستان دل چنین داروها و اقاقیر بروید. آب دیده گناهکاران داروست در این جهان و در آن. خب به یک افسانه اشاره میکند. میگوید چرا همه ما که در این دنیا هستیم، چرا مثل آدم و حوا سالیان سال گریه نمی کنیم؟ چرا؟ چون از آن جنت بود نیفتاده ایم. یادمان نیست اصلا آن جنت. اگر ما هم میدانستیم از کجا به اینجا حبود کرده ایم، ما هم باید صبح تا شب در این ناسود کرده و در این عالم ناسود باید صبح و شام من پر از غم و انبوه و ناله و گریه و زاری میدونیم. خوشبختانه یادمان نیست که آنجا چه بود. اگر یادمان بود اینقدر فارغ‌البال نمیتوانستیم بنشینیم و خودمان را به این خوشی های علکی ناسوتی دلخوش کنیم. دل میکردیم، میمردیم. خوشبختانه یادمان نیست. یادمان نیست که از کجا آمده ایم. که بودیم یادمان نیست. آن زمان که در عالم ملکوت بال و پر می‌زدیم یادمان رفته است. بنابراین سنگینی بدن رو تحمل می‌کنیم. خب گاهی اما ما در خواب هم که باشد یادان سیبستان می‌کنیم، یادان نخلستان می‌کنیم، آن شکرستان می‌کنیم، یادان هندوستان جان می‌کنیم. میگن که
افسانه از افسانه های اسرائیلی هست، البته در تورات و در شرایط خاصی که آنها دارن نوشته شده. میبینن که وقتی حبود کرد حضرت آدم مثلا در سرندیب بود، بعد میگن سرندیب مثلا قسمتی در هندوستان هست، بعد میگن جای دیگر، و هوا در جای دیگری به زمین فرود آمد، با فرض اینکه در اینها در بهشت موعود بودن، که ما بحث من این بود که نه، اصلا حبود حبود جسمانی نیست، حبود معنوی و حبود مقامی هست، و در یکی از این باغ‌های دنیا بودن، حضور داشتن. خب، حال هرچه که باشد، اینها آمدن و گریستن. میگن آنقدر این حضرت آدم آنقدر گریست که از اشک چشمانش عقاقیر. عقاقیر یعنی ریشه های دارویی. عقل یعنی ریشه. عقل هم یعنی پایین‌ترین قسمت خاک. عقاقیر یعنی چیزهایی که میدانی که در طب قدیم، در طب سنتی بعضی از ریشه ها حالت های دارویی داشتن، اکنون هم استفاده میشود از اینها در موارد دیگر. او که گریه کرد، این داروها گیاهان داروی از آن رویی. و هم قصه ای که مشهور است و اکنون در اساطیر یونان واقع شده و همان دو ماری که یا یک ماری که آمده اند و اینها بر سر آن جام هستند و علامتی است که شما در تمام مراکز بهداشتی و در روی آمبولانس ها و جاهای دیگر جهانی هست می‌بینید، همان آن یک ماری است که قصه‌اش را حتما می‌دانید، همه که از طرفی به طرف دیگر شنا کرد و آن برگی که در دستش است برگی حیات است، برگی زندگی است که در تعبیر یونانی و اسطوره‌های یونانی این مار شنا کرده و این برگ را آورده است تا اینکه درمان دردهای بشر شود و این به عنوان نماد علم پزشکی اکنون در جهان هست. و این جامی که هست، جامی است که زهر او و پاک زهر او و آن در او آمیخته می شود و برحال از نظر اسطوره‌ای یک درمان و یک ساختار درمان ایجاد می شود. گر نبودی سوز سینه باب چشم عاشقان، خود نبودی در حقیقت آب و آتش در جهان. خیلی زیباست، میگه این آبی که میبینید، این آتش که میبینید الان در جهان هویت دارد، این آب، آب چشم عاشقان است و این آتش هم سوز و آتش سینه، آتش دل عاشقان است. تعبیر زیبایی است. تا آتش به چوب نرسد چگونه سوزد؟ و چون یک سر چوب نسوزد، از آن سر دیگر آب چون روان شود؟ دیده اید چوب ها رو که میسوزانید، یک طرفش آبی میاد این طرف. میگه همان سوز دل اگر نباشد، از چشم آبی نمی آید. انسان عاشق، انسان عاقل باید چنان سوز دلی داشته باشد، در درونش آن کرد سوز، سوز عشق داری وجود داشته باشد که موجب شود آن آتش دود از چشمان و دود از سر او برمی آورد و چشمانش ناخودآگاه اشک می ریزد و اشک بر سینه می ریزد و آن آتش دل را خاموش می کند. بهترین تسکین برای آتش دل و همین اشک چشم است. گرباته این اشک به معنای اشک نه به معنای غم نیست. این اشک، اشک شادی است، اشک عشق حضور است، عشق ظهور است، عشق تعالی و بالا رفتن و عشقیست که انسان رو واقعا از ناسوت به سمت ملکوت میبرد. و کسانی که این گونه عشق رو، نه عشق برای امور دنیا، بدبخت‌ترین آدم ها جلسه قبل عرض کردن کسانی هستن که برای امور دنیاوی عشق میریزن، اینها آدم های شدیدن بدبخت‌ترین و خوشبخت‌ترین ها چه کسانی هستن؟ الان بگوییم که خوشبخت‌ترین ها چه کسانی هستن؟ خوشبخت‌ترین ها کسانی هستن میگریان به خاطر خوف الهی. خوشبخت‌ترین ها کسانی هستن که به خاطر حضرت حق جل و علا چشمشان همیشه پر از اشک است. در احوالات شیخ مجتهدی
مرسهدی تبریزی میگن که در ایام عاشورا آنقدر عاشق حضرت عبدالله بود که میگریست و یکی از شاهدان میگه روی پتوی نشسته بود، ما میگیم پتو کدن خیسه، آنقدر اشک چشم ریخته بود که حتی پتو به آن مثلا بزرگی خیس شده بود. یعنی این کار عاشقانیست که اینها نه به خاطر غم دنیا، به خاطر غمهای عظما، غمهای بزرگ، دردهای بزرگ، به خاطر آن عظمتی که در این موارد، در این مسائل دیده می شود. این غم، غم نیست، غمهای بزرگ عین شادی است، عین بهجت و نور است. اتفاقا شما ببینید کسانی که غم در برای دنیا میخوان، اینها واقعا آدم های افسرده ای هستند، افسردگی میگیرند و هزار تا مشکل براشون پیش میاد. آنهایی که غمشان برای خداست و عشق برای وصال یا عدم وصال به خداوند میریزند، اینها شادترین آدم های روی زمین هستند. زیباترین خنده ها رو میتوان از اینها سراغ بگیرید. برخلاف این تبلیغات که یک عده میکنن، نمیدانم گریه، اینها رو باید جدا کرد. گریه خوب گریه بد، خنده خوب خنده بد. شادی در هر صورت زیباست، شادی در هر صورت خوب است و غم در هر صورت زشت است، منفور است. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی هرگز حزن بر اینها راه نمیآورد. این حزن نیست، این عشق است. آن وقتی تجلیات الوهیت رو میبیند، این عاشقانه عشق میریزد. این خیلی متفاوت است با اینکه انسان بیاید به خاطر امور ظاهری دنیایی یا به خاطر چیزهای بیهوده عشق بریزد و گریه کند. یکی بسیار ممدوح است، دیگری بسیار مذموم است. ای شمع زرد روی که با عشق دیده ای سرخیل عاشقان مصیبت رسیده ای، فرهاد وقت خویشی می سوز و می گداز تا خود چرا ز صحبت شیری بریده. قصه رو تمام کرد. یعنی این که از خود مولانا است، اینها از با تغییرات در رباعیات مولانا وجود دارد. ای شمع زرد بود که با عشق دیده ای، میگه ای شمع رو که عشق دارد به عاشق صادق نسبت دادن. چرا؟ در سر اون نوریست، آن نور موجب میشود که او بسوزد و آنقدر میسوزد تا اینکه کلن فانی شود، فنای به الله دارد. آن نور که بر سر اون نشسته است، آن اندیشه‌ای که در مغز عاشق قرار گرفته است، مانند شمع او را آب می کند. می گرید مانند شمع، اما عدم او عدم مطلق نیست. عدم او یا فنای او، فنای شمع موجب بقای او به خورشید خواهد بود، موجب بقای او به حضرت نور ازل و ابد خواهد شد. چرا که الله نور السماوات و الارض. سرخیل عاشقان مصیبت رسیده ای، یعنی بزرگ و پیشوای عاشقانی هستی که مصیبت به آنها رسیده است. مصیبت یعنی چیزی که اصابت میکند، چیزی که به سر انسان میاد. از اصاب و یصیب اصابت است. فرهاد وقت خویشی میسوز و میگداز. تو فرهاد وقت خود هستی، آن فرهاد بود، تو هم فرهاد هستی. او در عشق شیرین زقنی و شیرین دهنی و در عشق شیرینی از جان خود گذشت، تو هم در عشق آن شکردهان، در عشق آن کسی که شکرستان ها از آن اوست، در فراق او هستی. پرها به وقت خیشی می سوز و می گداز تا خود چرا به صحبت شیرین بود. بسوز و گریه کن، چرا از صحبت شیرین، از همصحبتی و همنشینی شیرین بریده ای؟ ما از هم فرهاد هستیم که
اینجا به ناله آمده این در کوهستان این جهان. چرا از آن شیرین، از آن معشوق شیرین، از آن معشوقی که شیرین روی هست و شیرین است، از او جدا افتادیم، از حضرت حق جدا افتادیم. ما میبایست کارمان همین باشد. بعضی گویند شمع از بهر آن گرید که آتش هم خانه او شده است. آتش که هم خانه او هست از آن جهت میگرید. بعضی میگرد از بهر آن میگرید که شهد شیرین از خانه او رفته است. خیلی زیبا. یکی میگه آتش هم خانه او شده است، یکی میگه شهد شیرین، آن شیرین رو از خانه او رفته است. او در فراق آن شیرین میگرید. او به زبانها میگوید حال شبهای مرا همچون ننی داند و بس. تو چه دانی که شب سوختگان چون گذارد؟ سعدی هم مشابه این مضامین فراوان داره. تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات. یه جایی میگه که تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات. وقتی در وصال معشوق و محبوب هستی تو چه میدانی که آب چیست و دوری معشوق چیست؟ حال شبهای مرا همچون منی داند و بس. چه کسی میداند که یک عاشق در شبش تا صبح چه میکشد؟ فقط عاشقان میتوانند. جناب شهریار امشب این ما به حال دل من تسکینی که تو هم درد منی مسکینی. کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. شهریار میگه که ما که کم کم کاهش پیدا میکنم کم میشه، میگه که کاهش جان تو من دارم و من هم مثل تو از دوری فراق دارم، جانم هر لحظه کوچکتر و لاغرتر می شود. من هم دارم هر لحظه لاغر و لاغرتر می شود از دوری تو، از دوری معشوق خود. کاهش جان تو من دارم و من می دانم. هیچ کس نمی دونه که ما از کاهش جانش چه می کشد، از دوری خورشید چه ها می بینن. فقط عاشقی میدانند که هر لحظه در دوری معشوق، هر لحظه از بدنش، از جانش کاسته میشه. هر شبانگاهی که تاس مرصع زهر بر سر پایه چرخ میدرخشید، تاس یعنی کاسه، زهر هم میدانید که همان مرصع هم یعنی جواهر نشان. تاس مرصع زهر، زهر رو اگر کسی بتواند مشاهده کند که با چشم غیر مسلح هم قابل دیدن هست، بعضی وقتا میبیند که مانند کاسه ایست و نورانی هست، زیبا هست. نسر طایر گرد هامون گردون میگردید. نسر یعنی کرکس. نسر طایر یک صورت پدکی است که در قسمت شما دیده می شود، در برج دوم هست و اشخاص او رو به کرکس تشبیه کردن. گرد هامون گردون، هامون یعنی صحرا، گرد صحرای گردون می چرخید. وقتی که نگاه می کنید زمین حرکت می کند و گمان می رود که این نسل طایر، طایر یعنی پرنده، کرکس پرنده دارد می رود، در حالی که این کره زمین از کرکس. مشتری، سجاره مشتری، مشتری از باغ فلکی چون لاله از دامن راغ میتاب. راغ یعنی مرغزار، دامن راغ مرغزار، سبززار رو میگن، جایی که مرتع باشد. چون اینکه حافظم یه مزرعه سبز فلک دیدم و گاز مهنو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو، گفتم این خست، گفتم این بخت، به خسبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید نشو. آن شعر مشهور حافظ
میگه که مزرع سبز فلک، یعنی مزرعه سبز، سبز که نیست، در حقیقت آبی هست. ولی خب این رو علتش رو عرض کردم که چرا اشتباه کردم، چون که این کلمه گل که ترکی هست، ما به آسمان میگیم گل و به سبزی هم گل. وقتی که اینها آمدن این کلمه رو گرفتن، از اون جهت فکر کردن که آسمان باید سبز باشد. نه، این با هم دیگر تفاوت دارد و آن به منظور آسمان آبی هست که ما داریم. این مزرعه سبز بودن اینها در ادبیات ما از آن جهت سبز گفته شده، وگرنه ما میدانیم که آبی است و اصلا سبز نیست. همین هست، مشتری از باغ فلکی چون لاله از دامن را میتاب. مانند لاله آمده بود مشتری و حرکت میکرد. لاله که سرخ است، این مشتری هم میآمد و در آسمان حرکت میکرد. این رو تعبیر شاعرانش میکرد. زهره زیبا پیش شمع جوزا و کارگاه ثریا دیبای چگلی میبا. زهره که همان سیاره زهره هست، شمع جوزا، حافظ باز گفت جوزا سر نهاد همایل برابرم. جوزا یعنی دو کس دو تن، و بعضی جوزا رو به نسل طایر شبیه کرده اند و با هم دیگر دو کماندار یا آن همر سو جوزا که همان صورتهای فلکی است که همین میدانیم. زهره زیبا پیش شمع جوزا بر کارگاه ثریا، عقد ثریا یا عقد پروین، پوشه پروین، همان قسمت هایی است که در ناحیه ایوب و در آنجا در آسمان است. دیبای چگلی میبا. چگل هم کلمه ترکی است و نام محلی از ترکستان چین هست، ترکستانی که الان قسمتش در چین است و قسمتش در روسیه فعلی هست و جز و یک ترکستان هم هست که جز این قسمت‌هایی از این شهرهای دیگر و کشورهای جمهوری‌های جدید هست که تازه تأسیس شدن. چگل شهری بوده که زیبارویان آنجا بسیار مشهور بودن در طرف در همسایه روسیه و چین بوده است. نام ترکی است. دیبای چگلی میبافت. در اونجا یک دیبایی هم میبافتن که دیبای چگلی مشهور بوده است در اونجا. هر شبانگاهی که چنین تناب ظلمت خود به گسترانیدی، وقتی که هر شب که تاریک میشد، حبیب عجمی از عبادتگاه خود به نزد ایالا. از اینجا شروع میکنم به قصه حبیب عجمی. حبیب عجمی یکی از بزرگترین عرفای زمان بوده، در زمان حسن بصری بوده است، از عرفای قرن دوم هجری بوده است. از عبادتگاه خود به نزد ایال آمدی، ایال و فرزندان همه روز منتظر بوده که شبانگاه پدر در آید و ما را چیزک یابد. این حبیب عجمی داشت در صومعه عبادت میکرد. از عبادتگاه خود به نزد ایال آمدی، ایال و فرزندان همه روز منتظر بود که شبانگاه پدر بیاید یه چیزی برای ما بیاورد. از صبح که هیچ نخوردیم و ما را چیزکی آورد. راست چون حبیب نماز شام در آمدی. خب این باید قصه شده یه مقدار جلوتر بریم. این حبیب عجمی کسی بود که ربا میگرفته است، کسی بود که رباخوار مشهوری بوده، در بصره زندگی میکرده و همشهری و مصاحب جناب حسن بصری، آن عارف واصل که به قولی شروع تصرف و عرفان از به واسطه حسن بصری و حسن بصری از طریق حضرت علی علیه السلام و از طریق امامان دیگر گرفته باشد، همچنان که بایزید از امام صادق گرفته است و مکتب تصرف خراسان رو بنا نهاده است. حسن بصری
در بصره بود، این حبیب عجمی هم در بصره بود. او رباخار مشهور بود، ربا میگرفت، منتها آن فقط سودها را میگرفت، پول به ربا داده بود، خیلی هم متمول بود، همه چیز داشت، اما چون هیچ مالی برای خود نگه نمی‌داشت و همه رو به ربا می‌داد، فقط از سود آن رباها ارتضا می‌کرد. یک روز نشسته بود در خانه، زنش گفت که ما هیچ نداریم، امشب برو چیزی بگیر. این هم رفت به دنبال یک طلبکاری که نه تنها اصلش رو نداده بود، سودش رو هم نداده بود، گفت که سودش را بده. زنی بود در خانه، گفت شوهرم خانه نیست، اگر بیاید او میگم. میگه که به من ربط نداره، شوهر خانه باشد یا نباشد، تو باید بدم. گفت والا ما چیزی نداریم. گفت بگه یه چیزی باید بده، من پایموز میخوام، من تا اینجا اومدم و یه چیزی ببین، بعدا میام حساب میکنم. گفت که ما یه گوسفند سر بریدیم، فقط از من یک گردنش مانده. گفت همین را، این را میدهم تا شوهرم بیاد. این گردن گوسفند را آورد و گذاشت پیش زنش. گفت خب ما نه نان داریم نه چیز دیگری نداریم، برو آنها را هم تهیه کن. این گردن گوسفند را گذاشت در دیگ که بپزد. این هم رفت به دنبال یک کسی دیگری. آن کسی دیگر هم وقتی آمد گفت که من پایموز میخواهم. گفت چیزی ندارم، از اون مقداری پول گرفت یا مثلا نامی چیزی از اون گرفت آورد خانه. بچه ها جمع شدن که الان این گوشت و نام و اینها میخوریم. وقتی زنه هم یک سائلی هم در بازار، یک حبیبی در بازار، حبیب رفت گفت چی؟ گفت از آن قضایی که بویش میآید به من هم بدهید. گفت اگر ما به تو بدهیم تو غنی نمیشه، ثروتمند نمیشه، بعد اگر ما بدهیم، ما بدهیم ما فقیر میشیم ولی تو ثروتمند نمیشیم، برو به کار. او را هم رد کرد. آمدن وقتی زن حبیب رفت که این را ببیند، وقتی در دیگ را برداشت دید که گوشت کلن خون شده است، خون سیاه شده است. رفت دست مردش را گرفت، گفت ببین چه کردی، این سارل را راندی، این از کجا آوردی؟ چون نیست حسن بصری متغیر شد، اینجا احساس کرد حبیب عجمی متغیر شد و اشتباه کرد، رفت بیرون از خانه. رفتی داشت میرفت بیرون از خانه، همانجا احساس مرکت، احساس توبه بود دست داد. میرفت دید بچه ها دارن تو کوچه بازی میکنن. بچه ها وقتی این رو دیدن گفتن کنار بروید که حبیب رباخار آمد، مبادا که گردی از او بر ما بنشیند و گناه او به سر ما بیاید. هم رفتن کنار، این ناراحت شد که ای بابا چه قصه. رفت و در مجلس حسن بصری، در بصره در مجلس حسن بصری میشد. وقتی آنجا نشست حسن بصری سخنی گفت از یاد عشق و از عشق الهی سخنی بر زبان آورد و او متغیر شد. بیرون آمد، آب و هوایش دگرگون شد، توبه کرد در آنجا. وقتی آمد عصر شده بود، وقتی داشت از راه رد می شد دید که بچه ها آمدن، گفتن کنار برمید که حبیب تواب آمد، حبیبی که توبه کرده آمد، کنار بکشید. اکنون گرد ما بر او می نشیند و دامان او ناپاک می شود. گفت عجب، عجب خدایا چه بود؟ صبح این بچه ها چنین گفتن، اکنون اینها اینگونه می گوین. دیگه آمد گفت که آقا من دیگه اشتباه کردم، من دیگر ربا نخواهم بود. به همه گفت که آقا هر چی که هر کس از من طلب دارد بیاید بگیرد. همه طلبهاشو بخشید کسانی که پولها داشتن. آمدن هر چه داشت داد. آقا یه نفر آمد گفت که این قرد بر من درده، گفت هیچ ندارم. زن. چادر زنش را به قول عطار میگیرد، چادر زنش را به او داد. یکی هم آمد گفت که آقا شما یک قرضی به من داری؟ گفت هیچ ندارم. گفت پیرهنت را به جایش بده، پیرهنش را داد. کلن از همه چیز. بعد بر لب فرات در کنار بصره، در کنار فرات صوبه ای ساخت برای خودش،
سومه که جای خیلی کوچیکی و در اونجا به عبادت مشغول بود. هر وقت می آمد خب بچه ها از او، بچه هایش از او، خانواده هست از او نام و معاش می خواستن. قصه رسید به اینجا. علی بر جمعی از عبادتگاه خود به نزد ایال آمدی. ایال و فرزندان همه روز منتظر بوده که شبانگاه پدر در آید و ما را چیزکی آورد. راست چون حبیب نماز شام در آمدی، دست توهی عرق خجالت بر جبین اون نشسته، انگشت تشبیر یعنی خودش رو ملامت و مذمت، تشبیر یعنی مذمت کردن، انگشت تشبیر به دندان گرفته که بازم فرزند چه عرف میگن. هر روز میگفت که من میرم کار میکنم، اونا میگن خب کار میکنیم مزد بیارم. ایام گفت که هیچ آورده ای؟ عیالش گفت، زنش گفت که چیزی آورده ای؟ حبیب گفتی که استادم، دقت بفرمایید، آویست، استادم و کارفرمایم سیم حواله به روز آدی میکردم. حتی میگرد میگه که من برای آن کس که کار میکنم عجب با انسان با کرامتی است، خیلی با کرامتی است، شرم دارم از این چیزی بفرمایم. اما میگوید که هر 10 روز مزد میدن. عطار عبارتش در تذکرات اولیا این هست. و آن 10 روز در روز جمعه تمام میشد. در حالی که زن و بچه و گمانی برن رفته کار کنن، رفته در آنجا عبادت میکنن. از صبح تا شب عبادت میکنن و گاه در مجلس حسن بصری میرود. کلن توبه کرده و از همین ها گذشته. استادم و کارفرمایم سیم یعنی نقره یعنی کل نقره همون درهم حواله به روز آدینه کرده است. گفته که جمعه مثلا بعد از 10 روز میدنم. آن یک هفته ایاب و فرزندان منتظر میماندن چون روز آدینه آمد و خورشید رخشان سر از برج قیرگون خود برزد. قیرگون یعنی دیر یعنی سیاهی و تاریکی، یعنی آفتاب طلوع کرد، خورشید طلوع کرد. حبیب از خجالت کنجی رفت و می نالید و می گفت ای دست گیر درماندگان، حبیب را خجل نگردان. عطار اینگونه می گوید که حبیب روز دهم که شد یادش رفت، باز آنجا مشغول عبادت خدا بود. بعد که از شد گفت ای وای من چه به خانه برم، چه کار کنم؟ خیلی ناراحت بود و تشویش داشت. ملک جل جلاله بزرگی را به خواب می‌بیند. ملک خداوند جل جلاله بزرگ، یک آدم بزرگ و ثروتمندی بود. در خواب به او نشانه کرد و از واقعه او خبر داد که حبیب با ایال هفته ایست که به امید کرم ما وعده به روز آدینه میدهد. یعنی او دیگه به امید کرم ما چه میکنن؟ وعده میدهد هر روز. او به کرامت ما و به کریمی ما دل بسته است. خیلی زیباست. آن بزرگ چندانی زر و گندم و گوسفندان و تختهای جامه و غیر آن به خانه حبیب فرستاد که در خانه نمیگنجد. یعنی هر چه که لازم بود اونا رو به خانه فرستاد. خانه هر کم یه خانه کوچکی بود، جا نمیشد. آنقدر وسایل آورده بودن که جا نمیشد. همسایگان و خلق حیران ماندن که این از کجا هست. آورندگان گفتن که کارفرمای حبیب عذر میخواهد. کارفرماش کیه؟ خداونده. کارفرمای حبیب عذر میخواهد که این ماه از علی را خرج میکنید تا دیگر رسیدم. فعلا اینو خرجش بکنید تا ببینیم دوباره چه میشه. گفتم سبحان الله، حبیب مزدوری و خدمت کدام کریم کرده است که چندین خزینه و نعمت میکشیده. این نوکره چه کسی را کرده؟ آن اندازه کرم آدمیان نیست مگر خدمت حق می‌کرده است که اکرم و اکرمی است.
هیچ انسانی به این کرامت نیست که به خاطر ده مزدار این همه بدهد. لطفت به کدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد. شبانگاه حبیب از عبادتگاه خود به هزار شهر بازگشت که امروز چه عذر میگم. شب حبیب از همه جا بی خبر آمد که اکنون چه عذر میگم. بهانه میاندیشی چون به نزدیک خانه آمد در این اندیشه ایال و فرزندان در پیش دویدن در دست و پای او می افتادن و همسایگان سجده می کردن. زهی کریمی که تو خدمت او بود و مزدوری او کردی. زهی بخشنده زهی بخشاینده که خانه ما را همچو انا پرگوهر. خانه مال و نعمت را برنمی‌دارد. آنقدر مال و نعمت آورده که خانه ما جو گنجایی آن را ندارد. تدبیر خانه دیگر می‌باید. اگر قرار تو برای این کار کنی و همچنین آنها را اینها را بفرستد، ما باید یک خونه بزرگتر برای خودمون بخریم. ایشان از اینها برمی‌شمردند و حبیب می‌پندارد که بر او افسوس می‌کنند و تسخر می‌زنند. اینا میگفتن، حبیب هم بگوید، اینا دارن مسخرش میکنن که هفته ایست که ما را با آدینه وعده میدهد، چون آدینه آمد گریختی این ساعت میایی. یه هفته از به ما قول دادی که یه چیزی بر تو میارم، الان رفتی صبح باید میاوردی، الان شب قرار کردی، الان اومدی میگی که توی فکر کرد که دارن مسخرش. خواست گفتن برای افسوس مداره، میخواست بگه که منو مسخره نکنید، از گوشه بی گوشه، از گوشه بی گوشه، خیلی زیباست، از گوشه بی گوشه آواز آمد، آوازی که آوازهای همه آدم از آدمی و پری و فرشته خروشانند و نعره زنانند و ربنا گویانند. در آن آواز این بود که ای حبیب ما، آن کرامت و عطای ملک قدوس است، نه استهزا و افسوس است. آن همه زرها و گوهرها و تخته جامه ها و گوسفندان و شمع که فرستادیم ایشان را، مزد خدمت تو نیست، هاشا از کرم ما. آن استخوانی است که انداختیم پیش سگان نفس ایشان. میگه این مزد تو نیست، هرگز این نمیتواند مزد تو باشد، این استخوانیست، انداخت پیش سگان نفس آنهایی که به دنبال این بودن. اجرتون را خودمان در جای دیگری خواهیم کرد. این آنکانی که تو کردی، آن بودیتی که تو ما را کردی، آنقدر اجرش ترابان است که در هیچ نمیگوند، در آسمان و زمین نمیگوند. هاشا از کرم ما، آن استخوانیست که انداختیم پیش سگان نفس ایشان. آن نفس خصومتگر بیشین طلب، آن نفس خصومتگر بیشین طلب بدگمان ایشان انداختیم تا بدان استخوان مشغول شوند. ایام فرزندان، تو را به تقاضای سخت از نماز و حضور ما برمیاد. اینها رو دادیم که زن و بچه تو را از عبودیتت باز ندارن، نگن که برو کار تو برای ما وسایل بیار، تو همچنان به کار خودت که برای ما در راه خدا انجام میدادیم ادامه. السلام علیکم.